السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دليلا على آلائه و عظمته و نصلي و نسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أسكتي يا أمتا فإنك بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غیر و مفهمه. دیشب در این جمع شریف عرض شد که زندگی 60 ساله امیرالمؤمنین به 5 بخش تقسیم میشه: بخش طفولیت، دوره بعثت، دوره هجرت، دوره سکوت و دوره حکومت. تمام این بخش‌ها بخش‌های آموختنی هست، اما بخشی که امروز برای جامعه ما عبرت آموز است دوره حکومت مولا هست، نزدیک 5 سال. خیلی برای مولا سخت گذشت. در دوره بعثت امیرالمؤمنین از خدا طلب مرگ نکرد. در دوره هجرت طلب مرگ نکرد. در دوره سکوت طلب مرگ نکرد. اما در دوره حکومت اینقدر بر مولا سخت گذشت، از خدا طلب مرگ کرد. مسجد کوفه، تو در روز جزا شاهد باش، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم. خود مولا تو نهج البلاغه هست، تعبیر اینه: شب 19 سنه علی رسول الله، پیامبر اکرم در نظرم ظاهر شد، یا مکاشفه بود یا رؤیا. به پیغمبر گفتم یا رسول الله، امتت بیچاره کردن مرا، مازال لقیت من امتک من العود و لدد، خون جگر به من دادند. پیغمبر اکرم فرمود یا علی ادعو علیهم، علی جان نفرینشون کن. نفرین مولا هم این بود که خدایا علی رو از اینها بگیر دیگه، بس علی رو از اینها بگیر. به زودی هم دعاش مستجاب شد،
شاید چند لحظه بعد تهدمت والله ارکان الهدى و انفصمت اعلام و تقا قتل علی المرتضى، علی کشته شد. از روز دوم حکومت امیرالمؤمنین کارشکنی شروع شد. دیشب براتون یه متن خواندم که امیرالمؤمنین فرمود تمام کینه‌ای که قریش از پیامبر داشتن سر من در آوردن، تمام کینه‌ای که از اسلام داشتن سر علی در آوردن، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن، همه کینه ها. چرا؟ جرم علی چه بود؟ اجازه بدید با آیات قرآن جرم علی رو از نگاه اینها بگم. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، سوره بروج آیه 6. دشمنان پیامبران می انداختند، هواداران پیامبران را تو تنور می سوزندندشون، اینا کف می زدند. جرمشون چی بود؟ الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. آیه دیگر در سوره اعراف آیه 216، و ما تنقم منا، سحره فرعون از اون بالا بالایی ها بودند، مقرب دستگاه فرعونی بودند. ساحران رو فرستاد به جنگ حضرت موسی، اونا هم به اصطلاح هر چی هنرنمایی داشتن انجام دادن، اما موسی عصاشو انداخت فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُن، تمام بازیهاشونو بلعید. سحره فرعون فهمیدن دیگه این از جنس سحر نیست، از جنس معجزه است، قدرت خدایی است. چه کرد فرعون؟ گفت اول دست راست و پای چپتون، پای چپ و دست راستتون رو قطع میکنم، بعدم به دارتون میکشم. سحره که حقیقت نبوت موسی رو فهمیده بودن گفتن جرم ما ایمان ماست، پای این جرم وای میستیم. استادند، مقاومت کردند. مرحوم تبرسی تو مجمع البیان جمله قشنگی داره، کان اول الیوم کفارا فجره، اول روز کافران فاجر بودند، و آخر الیوم شهداء برره، آخر روز شهیدان راه خدا شدند. جرمشون چی بود؟ جرمشون ایمان به خدا بود. میخواستن این نور را خاموش کنن. سوره توبه آیه 32، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون، این نور خاموش شدنی نیست. سوره صف آیه 8، یریدون لیطفئوا نور الله به افواهم، نور علی رو میخواستن خاموش کنن. جرم علی هم ایمانش بود. اما جالب است براتون بگم چطوری
تخریب نظام علوی رو شروع کردند. در طول حکومت 5 سال 3 جنگ بر مولا علی تحمیل کردند. ما جنگ کشیده ایم، ملت ایران جنگ رو دیدند. 8 سال جنگ، مسئله اصلی مسئله جنگ بود. امام فرمود وقتی در کشوری جنگه، مسئله اصلی اونه، کار پیش نمیره، سازندگی صورت نمیگیره، نمیگذارن سازندگی صورت بگیره. جنگ جمل تمام شد، 1 سال بعدش جنگ صفین شروع شد، باند معاویه. حالا اونم به چه ترتیبی بماند؟ جنگ صفین تا آخر عمر علی، تا هفته آخر عمر مولا علی ادامه داشت. از دل جنگ با قاسطین جنگ نهروان در آمد، مدام جنگ. فلما، از خود مولا قشنگتر دیگه کسی حرف نمیزنه. فلما مولا علی علیه السلام فرمود نهضت بالامر، حکومتو که به دست گرفتم، این فا لترتیب به اتصالی، یعنی بلا فاصله بعد از حکومتم امان ندادن. فلما نهضت بالامر نکست طائفتون، عده جنگ جمل راه انداختن، و مرقت اخرا، عده خوارج نهروان شدند، و قصت آخرون، عده ای هم جنگ صفین رو علیه مولا علی علیه السلام به راه انداختن. سروران من، جنگ ترکیبی که در این اختشاشات در این 4 ماه 120 روز دشمن به کار گرفت، جنگ بی سابقه بود، نه کم سابقه. جنگ ترکیبی بود، یعنی جنگ رسانه‌ای بود. تمام رسانه‌های انگلیس، تمام رسانه‌های آمریکا، تمام رسانه‌های ضد انقلاب خارج از کشور در اختیار اغتشاشگران قرار گرفت. امان نمی‌دادند. لحظه به لحظه اسم کثیف اینها رو حیف تو منبر ببرم. لحظه به لحظه اخبار دروغ رو منعکس میکردن. به بچه هایی که دستگیرشون کرده بودن، بچه های بعضن دهه 80، به اینها گفته بودن 1 هفته شما تو خیابان بمانید نظام ساقط میشه. اسم این یعنی جنگ رسانه ای. جنگ روانی، یه جوری با مردم حرف می زدن که انگار فرداست که نظام ساقط بشه. همچنان هم همینطور حرف می زنند. 1 روز منافقین رو علم می کنن، 1 روز نوه اون قلدرها و غارتگرها رو مطرح می کنن. بابا این نظام اون شجره طیبه تنومندیست که در عمق زمین ریشه داره. این که با یک مختصر بادی بوزد، حتی یک برگ این درختم تکان نمیخوره.
عزیز من، با دل شما من حرف میزنم. نظامی که با این بادهای مختصر بلرزد، این نظام نظام اسلامی نیست. نظام اسلامی ریشه در عمق جانها داره. امامو تبعید کردن. کی؟ 13 آبان 1343. برخی طلاب اون روز گفتن خیلی ما افسرده شدیم و رفتیم سراغ استاد اخلاقمون شیخ عباس تهرانی. گفتیم استاد ما افسرده شدیم آمدیم پیش شما. خوب دارید گوش میدید؟ جای خوبتر گوش کردن داره. نشنیدید این خاطره رو؟ گفت چی شده افسرده شدید؟ گفتیم انقلابی شکل گرفت، نهضت 15 خردادی شکل گرفت، تعدادی شهید، تعدادی مجروح، تعدادی زندانی، حالا هم که امامو گرفتن تموم شد رفت. کی هست؟ سال 43. خود این آقا عاشق عباس سال 46 از دنیا رفته، قبرش هم نزدیک قبر شهید مطهری است. گفت این که افسردگی نداره که، حاج آقا روح الله بر میگرده. بعد یه لبخندی زد و گفت البته فردا پس فردا نه ها، 15 سال طول میکشه. پیرمرد کجاها رو دیده؟ میگن بعضی ها در خشت خام چیزهایی رو میبینن که در آینه بعض دیگر نمیبینند. فرمود 15 سال تبعید حاج آقا روح الله طول میکشه. اون وقت دو تا حرف گفت. سال 46 از دنیا رفته، سال 57 انقلاب پیروز شده، 11 سال قبلش گفته بود حاج آقا روح الله اول شاه بیرونش میکنه بعد میاد. کی شاه در به در شد؟ 26 دی 57. امام کی آمد؟ 12 بهمن. پس این خبر درست در آمد. اول شاه بیرون میکنه. بعد یه جمله دیگر گفت، گفت حاج آقا روح الله حکومت اسلامی تشکیل میده و این حکومت اسلامی تا ظهور امام زمان باقی خواهد ماند. صلوات و بلند بفرستید. چیزی را دشمنان شما فروگذار نکردن، جنگ رسانه‌ای به راه انداختن، جنگ روانی. این جوانهای عزیز ما که میبینم، بعید میدانم یا شبه محال میدانم کسی موبایل نداشته باشه، همش این موبایل روشنه، این خبرها رو میشنون. اگر متصلم باشن با جاهای دیگه انواع خبرهای دروغ رو میشنون. این جنگ روانی است. یه جور وانمود میکنن انگار 2-3 ماه نظام سرنگون شده، اینجوری وانمود میکنند. جنگ روانی دارند، جنگ فرهنگی. خدا گواه است آنچرا که میگویم سخن دله، سخن لفظ نیست. گسترش بی‌حجابی از مصادیق این جنگ فرهنگی است.
من از خدا میخوام که نباشند در این جمع، که نیستند. مگه میشه زائر امام رضا بی حجاب باشه؟ ولی اگر هم هست، میخوام بگم که حجاب بی حجابی دعوای با امام رضاست، دعوای با خداست، دعوای با پیغمبر، دعوای با نظام نیست. فکر میکنه که حالا اگر روسریشو انداخت کنار با نظام درگیر شده. نه، با خود خدا درگیر شده، با خود پیغمبر درگیر شده. یه سفری بنده روحانی کاروان عمره بودم، دیدم زائرهای ما مرداشون یه قیافه های جور و جور، زنهاشون هم همشون بعد حجاب و شل حجاب، همشون. خب منم روحانی کاروان باید جلو را بیافتن، اینا پشت سر من را بیافتن. از همونجا، یعنی از فرودگاه، یه جمله گفتم. گفتم خانم های محترم، شما که دارید میایید مدینه و قبرستان بقی، فاطمه زهرا منتظرتونه. از همون اول میبیندیتون. اگر مدینه رسیدیم، خود حضرت زهرا زنده بود، با این قیافه میرفتید پیش حضرت زهرا؟ اشکها جاری شد، دیدم از کیفهاشون چادرها در آمد، همشون چادری شدن. یعنی اینکه ریشه به جا ماند اگر شاخه و برد می رود. دین دارن اینا، حضرت زهرا رو دوست دارن، امام رضا رو دوست دارن. این دوستی رو نگه دارید عزیز من. بنیانگذار بی حجابی در این کشور قرة العین بهائی 150 سال قبل بوده، با بی حجابی مردم رو دعوت میکرده به بهائیت. بنیانگذار بی حجابی در این کشور در سال 1312 تا 14 رضا خان قلدر بوده. همین مسجد گوهرشادی که الان معتکفین هستند، متحسن بودن، متدینین علیه بی حجابی رضاخانی. اذان صبح در مسجد رو بستند، متدینین رو شبستان تعقیبشون کردن، با گلوله کشتند. این نسل برا حجاب خون داده. این مصداق جنگ فرهنگی است. خانم زائر امام رضا، به دیگران بگید تو اردوگاه امام رضا والله بالله بهتر باشی، تو اردوگاه فاطمه الزهرا والله بالله بهتر است باشی. از این اردوگاه نرو بیرون. اردوگاه قرة العین بهایی در شأن شما نیست. اردوگاه رضا خان قلدر در شأن شما نیست. این جنگ فرهنگی است که اینا را انداختن، دارن یارگیری میکنن. خانم تو اردوگاه حسین باش، کنار زینب باش. این اردوگاه ماندنی است. اردوگاه دیگران اردوگاه ماندنی نیست. واقعا جنگ ترکیب. در عرصه اقتصادی همدرد با شما، با مردم عرض می کنم، این گرانی های افسار گسیخته را
رنج همه جانبه مردم جای تردید نیست. ولی ببین عزیز من، این گرونی ها نصفش نکارگی هاست، نصفش بلد نبودنه، هیچ انکار نمی کنه، اما نصفش کار دشمن دیگه. دلار تا سپاه رو تروریستی اعلام میکنن میشه 45 تومن. این که رسم اقتصاد نیست. اقتصاد رو باید عرضه و تقاضا تعیین کنه. ما در حال جنگیم عزیز من، برادر، خواهر. این آقای رئیسی تا الان نگفته، نمیدونم کی میخواد بگه. برخی از کشورها هم گرانی ما را دارند. شنیدید استرالیا پیاز کیلو 15 دلار، هر دلاری هم 40 تومان. ببین 15 تا 40 تومان چقدر میشه؟ اختصاصی ما نیست. اونا هم گرونی دارن، قحطی هم بعضی از اینها دارن، اما تو کشور ما گرانی هست، توجیه هم نمی کنیم هیچ، اما قحطی هم هست. منصفین، این قحطی نبودن چه تدبیریه؟ وقتی آقای رئیسی تحویل گرفت دولت را در مرداد 1400، پول کارمندا را نداشتن بدن. دعوا این بود چه کار کنیم، پولشون را بدیم. این مقدار کفگیر به ته دیگ خورده بود. دستشون درد نکنه که حداقل تو این کشور قحطی و گران فروشی و زیغ معیشت نیست. عرض میکنم در جلسات خصوصی تا توانستیم گفتیم، نه اینکه درد شما رو اینجا بگیم. اما ما در حال جنگ اقتصادی هستیم، در حال جنگ سیاسی هستیم، در حال جنگ روانی هستیم، در حال چرا اینا بعضی ها اینا رو نمیخوان باور کنن، در این جنگیم. با همون که با مولای ما علی طرف شدند، با همون با ما طرف شدند در آستانه 44مین سال انقلابی. بعضی عزیزان نسل دوم و سوم یادشون نیست، عزیزان نسل اولم یادشون رفته بعضن. یک روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود کردستان شلوغ شد، 300 کشته اونجا دادیم. یک ماه بعد ترکمن صحرا شلوغ شد، یک ماه بعد آذربایجان شرقی و خلق مسلمان شلوغ کردند، یک ماه بعد خلق عرب و خرمشهر و شلوغ پلوغی های اونجا بود. آنی به ما آرامش ندادند. اینجا آرام میشد، اونجا شلوغ میشد، اینجا. بعدم صدام وارد میدان شد. این ساده لوحی است که فکر کنیم که صدام تنها بود در جنگ با ما. نه، دقیقا جنگ همه 5 کشوری که با ما درگیرن، جنگ آمریکا بود، جنگ آلمان بود، جنگ فرانسه بود، جنگ انگلیس بود، دیگران هم همراهشون بودن. صدام مصاحبه داشت میکرد، وسط مصاحبه مصاحبهش رو قطع کرد، گفت 3 روز دیگر در تهران با شما مصاحبه خواهم کرد. 3 روزه میخواست ایران رو بگیره با پشتیبانی که اینها بهش داده بودن، هواپیما در اختیارش قرار میدادن، بمب شیمیایی آلمان به صدام داد. با همون شیوهی که با مولا علی طرف شدند،
فلما نهضت بالامر نکست طائفه و مرقت اخرى و قصت آخر. با همون شیوه به جنگ با ما آمدن، به جنگ با نظام اسلامی شما خوبان آمدن. این یک شیوه. شیوه دومی که با مولا علی طرف شدن شنیدنیه، استفاده از رسانه است. اون روزا رسانه فقط منبر بود، رسانه دیگری نبود. 70,000 منبر در شام در اختیار معاویه. 70,000. اینجا من یه چیزهایی از تاریخ نوشتم، بد نیست براتون بگم. راوی میگوید خطبای اهل شام رو من دیدم، وقتی کسی میمیره میخوان براش نماز بخوانند، قام خطیبهم فحمد الله و اثنا علی، خطیبشون بلند میشد، الحمدلله صلوات بر پیامبر، و بعدم نام علی رو میبرد و دشنامش میداد و نماز میت میخوند. با مولا علی اینطور برخورد شد. شخصی است به نام عمر ابن ثابت، اونی که خوندم مناقب ابن مقازلی صفحه 391 دارد. این عمر ابن ثابت کان یرکب و یدور فی قرش شام، منبری بود تو شهرهای شام میگشت. فاذا دخل قریتا جمع اهلها، هر جا که میرفت همه رو جمع میکرد. ثم یقول ایها الناس ان علی ابن ابی طالب کان رجلا منافقا، بشکنه دهنش. به مردم میگفت علی منافق بوده. اراد ان ینخس برسول الله لیلت العقبه، میخواست پیغمبر رو ترور کنه، دفعه دوم بشکنه دهنش. القارات جلد 2 صفحه 585. عبارت علامه امینی رو بخونم، ذکر خیر ایشانم بشه. فکانت العادت مستمرتن منذ شهادت امیر المؤمنین الى زمان عمر ابن عبدالعزیز، تیلت 40 سنه، 40 سال فحش میدادن به امیر المؤمنین علی. من الشام الى ری، ری تهران کنونی و گرمسار و ورامین و اینجاها ری نامیده می شده. من الشام الى ری الى الکوفه، تو کوفه هم فحش می دادن. الى البصره الى عاصمت الاسلام المدينة المشرفة الى حرم الله المكه، همه جا رس بود و فحش میدادن. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز که این سنت جهنمی رو ورانداخت، داد و بیداد و فریاد بلند شد که چرا این رفتار رو دارید. دارد کانو کانه طرف اسمن عظیما، گناه بزرگ کرده. القدیر جلد 10 صفحه 265. سرورم، فضای مجازی امروز اگر کسی هم میخواد گزارش کنه، حرف من رو گزارش کنه. فضای مجازی امروز که پیچش به دست آمریکاست، من هر فضای مجازی رو که نمیگم پیچش به دست آمریکاست، مراجع هم فضای مجازی داره، نه.
اون فضای مجازی که پیچش به دست آمریکاست همون 70,000 منبر معاویه است. بیدار باشید عزیز من، جوان عزیز، قرآن به شما میگوید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر بیدینا برای شما خبر نقل کردن، چشم بسته و گوش بسته قبول نکنید، تحقیق کنید. اگر بعد از اینکه تحقیق کردید درست بپذیرید، وگرنه نباید پذیرفت. مواظب باشید 70,000 منبر معاویه در رابطه با نظام شما را نفریبد. دروغ کار اونهاست. 3,800 دروغ در یک ماه اینها گفتن، 38,000 دروغ در این فضای مجازیشون. اینها مرغ نجاست خارند که در رابطه با نظام اساسشون بر دروغگویی است، اساسشون بر انگ زدن. این دو. سه، امشب این مانیتور روشن نیست، من خودم بایستی حساب منبر رو داشته باشم، انشالله اینو گفتم تمامش کنم. سه، تحریف. این خطری که مرتب آقا میگه که از تحریف حقایق بپریزید، از تحریف امام مراقب باشید. بابا امام معروف مشهور، در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نامحرمان بیفته. این فرمایش آغاز آمریکا والله نامحرمه، انگلیس والله نامحرم، اینا نشون دادن که نامحرمن. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند. این حرف من در آوردی که نیست، فرمایش مکرر امامه. امام رو یه جوری تصویر میکنن گویا کاری به ولایت فقیه نداشته. بابا امام رو تحریف نکنید، امام امام این ملت است و فرمایشات امام تو صحیفه امام و بالا سر همه ما جا داره. میگن امام به مردمم بها داد، نظام ما هم به مردم بها میده. در آستانه 44 سالگرد انقلاب 44 بار و بیشتر شما مردم پای صندوق‌های رأی آمدید. اگر این اعتنا و احترام به مردم نیست چیست؟ تحریف نکنید حقایق رو. مولا رو بشنوید. متهم کردن تو عثمان رو کشت، با اینکه مولا علی اظهار براءت کرد از کشتن عثمان، حتی عثمان محاصره بود، به امام حسن و امام حسین گفت براش آب ببری. اما جالب این است همونهایی که صورتشون رو نقاب زده بودند و وارد بر خانه عثمان شدند و یک خنجر هم اونها زدند، اینا آمدند در مقابل علی جنگ جمل رو ترتیب دادند. از عجایب ها، مروان داماد عثمانه، طلحه یکی از اعضای جنگ جمل و آتش افروزان علیه مولا علی است. باز دوباره یاد داشته باشید، مروان داماد عثمانه، همسنگر با طلحه است. در جنگ جمل وقتی طلحه کشته شد، گفت الان انتقام خون عثمان گرفته شد. یعنی خودشون هم میدونستن اونا کشندگان عثمانن، ولی این اتهام رو اونقدر گفتند و گفتند و گفتند، دروغ را اونقدر گفتند تا ماسوندن این دروغ رو. دو تا جنگ علیه مولا را انداختن.
داره که معاویه پیراهن خونین عثمان رو بالا منبر گذاشت، یه سال مردم گریه میکردن، بعد فرستادشون به جنگ صفین. تحریف از این آشکارتر؟ تحریف کردن واقعیت رو، حقیقت رو. در این جنگ دشمنان شما کم نگذاشتن. یکی بیماری زمینه ای داره، سابقه بیماریش روشنه، میمیره، میگن نظام کشته. سازمان پزشکی قانونی که یک نهاد بیطرفه بررسی میکنه، دقیق بعد دو هفته میگه بیماری زمینه ای بوده. یکی خودکشی میکنه، میگن بیماری به اصطلاح کشتنش. یکی تصادف میکنه، میگن کشتنش. اخیراً هم کفگیرشون به ته دیگ خورده، آدمهایی که زنده و سر و مر و گنده میگردند میگن این کشته شده. بعدم میاد مصاحبه میکنه، میگه من برای فرار از بدهکاریم خودم اینو پخش کردم. این یعنی تحریف واقعیات. و بگذار آخریشو هم بگم و تمام کنم. چهارمین شیوهی که اینها علیه علی گرفتند این است که یاران و شیعیان علی را مورد هجوم قرار دادن. ابن عبدالحدید دارد که زمانهایی در این عرصه گذشت که اگر کسی میگفت یهودی هم جان سالم به در میبرد، نصرانی هم، بیدین هم، اصلا دین ندارم، جان سالم به در میبرد، میگفتن شیعه، میکشیدندش بالای دار. اینه، اینجور با مولا علی طرف شد. یاران مولا علی را امان ندادند. زیاد ابن ابی اولش همراه امیرالمومنین بود، میشناخت شیعیان رو، از هر کوی و برزنی اینا رو در می آورد و اعدام میکرد. حجر ابن عدی را این شیطان اعدام کرد. سرور من، امروز بازوهای ولایت کیان؟ بازوهای ولایت اینا هستن که در سه قوه خدمت، یکی قوه مجریه است، یکی قوه مقننه است، یکی قوه، همه رو از دم زیر سوال میبرن، یه جور حرف میزنن که انگار همه دروغ میگن. خدایی هست بابا، معادی هست، رئیس جمهوری که شب و روز نمیشناسه، این میخواد دروغ بگه، چه نیازی به دروغ گفتن داره؟ برادران و خواهران، خط جدید دشمن خط بی‌اعتبار کردن مسئولینه. میگن ما اصل نظام رو قبول داریم، رئیس جمهور را نه، قوه قضاییه را نه، قوه مقننه را نه. پس کیا قبول داری اصل نظام را؟ اصل نظام جز این هاست. میگم انتقاد آری، اعتراض آری، اشکال آری، ولی اینکه همه رو از دم زیر سوال میبرن، این شبیه زیر سوال بردن یاران امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و رفتاری که با آنها داشتن. شما خوب گوش میدید، من باید حریم شما رو نگه دارم. یک تتمه‌ام صحبت امشب دارد که انشاءالله فردا شب و شب پایانی صحبت بنده خدمتتون تقدیم میکنم. امشبم شب داغ جانگداز زینب است.
زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. اینی که میگم برای گریه شما نمیگم، دارم یه واقعیت میگم. تاریخ یک زن این چنین ندیده که در یک روز ببینه چند تا برادر بر زمین افتادند، ببینه برادر زاده ها بر زمین افتادند، ببینه گلهای خودش پرپر شدند. یک زن و این همه مصیبت در اولین و آخرین بی سابقه است. کوه صبر، کوه متانت. خانوم ها تو جلسه هستن، گاهی یک بچه 5-6 ساله خانومی از دنیا میره، تا 40 روز خوراکش گریه است. حقم داره، دستش دیگه به قضا و کار نمیره. اما این خانوم چی بود؟ این همه عظمت. روز 12 به عنوان اسیر وارد کوفه شد. 10,000 مأمور مسلح زینب رو محاصره کردند. زینب گرسنه است، زینب تشنه است، مقابلش سر بریده برادرشه. هیچ یک از شرایط سخنرانی آماده نیست، اما زینب آرامشون کرد، سخنرانی کرد که بذر قیام توابین و قیام مختار در اونجا نشانده شد. های های گریه می کردن. تاریخ دارد که بعد از سخنرانی حضرت زینب، برخی از این مردایی که تو لشکر یزید بودن، زناشون دیگه به خونه راهشون ندادند. خیلی مصیبت دید. اما یه جای صحنه‌ای پیش آمد، زینب گفت داداش همه رو باور میکردم، اما این مصیبت دیگر باورم نمیشد. گفتن زینب رو باید آرامش کنیم، از آن بگیم فایده نداره، بزنیمش فایده نداره. یکی گفت من میدونم چطوری زینب رو میشه آرام کرد، زیر این آسمان برادر و خواهری مثل حسین و زینب دیده نشد. به اون ایزدار بگید سر بریده حسین رو پیش چشم زینب ببره. یه مرتبه دیدن مخاطب زینب عوض شد. یا هلالن لما ستم کمالا. ای ماه شب اول زینب، که همه دارن با انگوش به سر بریدت نگاه میکنن، خیلی زود غروب کردی عزیز دل زینب. حسین جانم همه مصیبت ها رو دیدم، اما باورم نمیشد یه روز سر بریدت پیش چشم زینب. در همین حالی که داشت صحبت با سر بریده میکرد، نازدانه 3 ساله ابی عبدالله خیره خیره به سر بریده بابا نگاه میکرد. گفت داداش اگه با من حرف نمیزنی حرف نزن، نگاه کن یتیمت خیره خیره به سر بریدت نگاه میکنه. یا اخی فاطمه صغیرت کلمها، کاد قلبها ان یذوبا و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.